درود بر شما دوستان گرامی. خواهش میکنم برای فعالیت در فضای مجازی مراقب امنیت خودتون باشین. دوستانی که کامنت میگذارن، حتی اگر خارج از کشورم زندگی میکنید، پیشنهاد میکنم که حتما از اکانت فیک برای این کار استفاده بکنید. هرگز از تصویر و نام واقعی خودتون استفاده نکنید، چون متاسفانه تروریست های وابسته به نظام در چند روز گذشته تهدیداتی برای دوستان ما ایجاد کردند و حتی یکی از دوستان عزیز ما را در کانادا به شهادت رسوندند. البته فعالیت تروریستی نباید باعث بشه که ما بترسیم و از فعالیتمون کم بکنیم، اما باید موارد ایمنی و احتیاط رو حتما رعایت بکنیم، چون هر کدوم از شما عزیزان از یک ارتش بیشتر ارزش دارید و کاری که انجام میدید در سرنوشت تاریخ و جهان هستی تأثیر میذاره. در فصل تعریف خدا تأکید زیادی کردیم که خدایی که خالق جهان هستی است با خدایی که خالق ماست متفاوته و تفاوت اون توی این درس کاملا واضح میشه. ما در درس‌های گذشته در برهان دنیای مجازی اثبات کردیم که خدایی که خالق ماست وجود ندارد، یعنی اثبات شد که خود حقیقی ما، یعنی اون کسی که در نهایت ادراکات رو درک میکنه و اراده ها رو تولید میکنه، خالقی نداره. و بازم تاکید میکنم که منظور ما از خالق مفهوم فلسفی خالقه، نه چیزهای دیگه، چون ممکنه ما پدر و مادر یا گردآورنده یا رشد دهنده داشته باشیم ولی خالق نداریم. ما در این درس میخواهیم برهان معجزه رو بررسی کنیم، برهانی که میخواد ثابت کنه که جهان هستی خالق دارد. به عبارت دیگر، ما در برهان دنیای مجازی ثابت کردیم که خدای شماره 15 وجود ندارد. این برهان میخواد ثابت کنه که خدای شماره 14 وجود دارد. حواستون کاملا جمع باشه که هر برهان دقیقاً داره چه خدایی را ثابت میکنه یا چه خدایی را رد میکنه. معمولاً یکی از متداولترین مغالطه ها در زمینه اثبات وجود خدا همینه که میان یک چیز دیگر را ثابت میکنن، مثلا واجب الوجود را ثابت میکنن، یا مثل همین برهان میان خدای شماره 14 رو ثابت میکنن، بعد از شما میخوان که بپذیرید که خدای 15 وجود دارد. اما یک نکته خیلی دقیق، چرا همه تلاش ها بر سر اینه که خدای شماره 15 اثبات بشه؟ مگه خداهای دیگه چه مشکلی داره؟ پاسخ اینه که تلاش بیوقفه ادیان برای اثبات کردن خدای خالق ما برای اینه که تشریع را توجیه بکنند. چون تنها خدایی که صلاحیت امر و نهی بر انسانها را دارد خدای خالق ما است. دقت کنید، خدایی که خود وجود ما را آفریده است، همان که در برهان دنیای مجازی اثبات کردیم که وجود ندارد، و بقیه خداها بر فرض هم که وجود داشته باشند صلاحیت تشریع و امر و نهی را ندارند. مثلا همین خدای شماره 14 که موضوع بحث برهان معجزه است، اگر ثابت بشه که چنین خدایی وجود داره و ما در یک دنیای مجازی مثل ماتریکس اسیر هستیم، آن موجودی که ما را اسیر کرده است صلاحیت امر و نهی بر ما را ندارد، چون او تنها ما را اسیر کرده است و ما را به بردگی گرفته است. در واقع ما برده های او نیستیم و اگر بتوانیم باید از زیر ظلم و ستم او فرار کنیم و با او مبارزه کنیم. پس تنها کسی که صلاحیت امر و نهی بر ما را دارد
خالق واقعی ماست که اثبات شد وجود ندارد و حتی بر فرض محال هم که وجود داشته باشد، خالق واقعی هیچ نیازی به مخلوق خودش نخواهد داشت تا امر و نهی کند. امر و نهی یا ناشی از نیاز است، یا ناشی از ترس، یا ناشی از ناتوانی یا تنبلی و یا زورگویی و قلدری، یا کینه‌توزی یا انتقام و یا چیزهای دیگر که در همه حال از نوعی نقص سرچشمه می گیرد. تصور کنید شما قدرتی دارید که هرچه می خواهید به محض اراده در محضرتان حاضر است. دیگر چه نیازی به غلام و برده دارید؟ چه نیازی به ابزار دارید؟ کسی که رباتی می سازد که در کارها به او کمک کند، خالق آن ربات نیست، گردآورنده آن ربات است و به همین خاطر به او نیاز دارد. اگر خالق بود، هرگز به مخلوقش نیاز نداشت. چوپانی که گوسفندها را پرورش می دهد، خالق آن گوسفندان نیست، رشد دهنده آن گوسفندان است. آن چوپان به آن گوسفندها نیاز دارد. پادشاه ستمگری که به مردم و برده های خودش ظلم می کند و امر و نهی می کند، به آن انسانها نیاز دارد. او خالق آنها نیست، او اسیر کننده آنهاست. خالق هرگز به مخلوق خود نیاز ندارد. اما از این نکته که بگذریم، همانطور که گفتم، ادیان معمولاً این مغالطه بسیار ظریف را در ادعاهایشان دارند و مردم بی سواد و رنج دیده مخاطب آنها هم که توانایی تحلیل عقلی بالایی نداشتند، به همین خاطر فریب این مغالطه را خوردند. مغالطه ادیان به این شرح است: ابتدا برهان معجزه را می آورند و ثابت می کنند که این جهان خالق دارد. سپس خیلی آرام از کنار این مقدمه عبور می کنند که خالق این جهان خالق ما هم هست و نتیجه می گیرند که پس ما خالق داریم و باید دستورات خالق را گوش بدهیم. بعد چند تا برهان دیگه می آورند که حرفای خالق همین چیزایی که من دارم به شما میگم و در نهایت نتیجه کلی این برهان ها این میشه که شما باید حرفای منو گوش بدید. همانطور که متوجه شدی، مغالطه برهان در مقدمه دوم آن است. یعنی این گزاره که خالق این جهان خالق ما هم هست غلط است. البته فعلا به نقد مقدمه اول نپرداختیم و اگر به نقد اون بپردازیم، متوجه می شوید که مقدمه اول یعنی خود برهان معجزه هم خالی از اشکال نیست. بسیار خوب، قبل از این که به تقریرهای مختلف برهان معجزه و نقد آنها بپردازیم، اول ببینیم معنی خود معجزه چیست؟ معجزه به عبارت امروزی می شود نقض قوانین فیزیک، برخلاف شعبده بازی که یک هنر است و تمام حرکات در شعبده بازی بر طبق قوانین فیزیک صورت می گیرد. به این نکته هم دقت بفرمایید، معجزه بزرگ و کوچک ندارد و مهم نیست که چقدر عجیب باشد. چه فردی یک پر کاه را روی هوا نگه دارد، چه کوه اورست را روی هوا نگه دارد، ارزشش برای برهان یکسان است. معجزه و جادو هر دو به همین معنای نقض قوانین فیزیکی به کار می روند، اما در اصطلاح ادیان تفاوت دارند. در اصطلاح ادیان به کارهای خارق العاده‌ای که مأموران سیستم انجام می‌دهند معجزه می‌گویند، به کارهای خارق العاده‌ای که هکرها انجام می‌دهند جادو می‌گن. یک بازی کامپیوتری را در نظر بگیریم. خود طراح بازی تعدادی رمز تقلب برای این بازی قرار داده.
که اگر کسی از اونها استفاده بکنه ضد ضربه میشه یا جون بی نهایت یا تیر بی نهایت به دست میاره. طراح بازی این رمز رو به دوستان خودش میگه که از بازی لذت ببرن. به این کار میگیم معجزه. ولی اگر یک هکر بیاد بازی رو هک بکنه و برخلاف رضایت طراح بازی خودش رو ضد ضربه بکنه، این کار ما میگیم جادو. به همین خاطرم هست که کسی رو که معجزه انجام بده در ادیان اکرام میکنن، ولی همین ادیان جادوگر رو آتش میزنن، در حالی که هر دو دقیقاً یک کار رو انجام میدن. اما چند سوال مطرح میشه. سوال اول، بر فرض که دو اتفاق میفته، یکی طبق قوانین فیزیک، یکی مخالف قوانین فیزیک، از کجا متوجه بشیم که کدوم معجزه است، اولی یا دومی؟ به عنوان مثال، اگر فردی روی هوا پرواز کرد، از کجا بدونیم اصل این بوده که جاذبه‌ای در کار نباشه و تمام این جاذبه ها که وجود داره نقض قانون اصلیه، یا اصل این بوده که جاذبه باشه و این پرواز برخلاف اصله؟ کسانی که این برهان رو تقریر کردند در اینجا ملاک رو به عرف واگذار کردند. یعنی میگن باید به عرف مراجعه بکنیم و ببینیم که به کدوم عادت داره تا به اون بگیم پدیده عادی، و به کدوم عادت نداره تا به اون بگیم پدیده غیر عادی یا خرق عادت. البته ظاهراً ملاک خیلی بدی هم نیست، چون اون کسی که باید برهان رو بپذیره همین عرف هستند. سوال دوم، از کجا بدانیم این پدیده‌ای که الان اتفاق افتاد، مثلا این فرد که روی آب راه رفت، به علت وجود یک قانون فیزیکی ناشناخته نیست؟ یعنی از کجا متوجه شدیم که اکنون داره یک قانون فیزیکی نقض میشه؟ شاید نیروی مجهول وجود داره که به علت نادر بودن علم ما هنوز اونو کشف نکرده و یک عده با به دست آوردن آن نیرو دقیقاً بر طبق قوانین فیزیک دارن شعبده بازی میکنن و مردم رو فریب میدن، مثل برخی از شعبده بازان انگلیسی که پس از اختراع آهنربای الکتریکی در کشورهای جهان سوم چه معجزاتی انجام دادند و چه بسیار مردمان ساده دل و بی سواد که از حیرت انگشت به دهان ماندند. اما در واقع معجزه نبود، استفاده از یک قانون فیزیکی ناشناخته بود. کسانی که برهان معجزه را تقریر می کنند در اینجا به دو تا دسته کاملا مخالف تقسیم می شند. عده‌ای می گن معجزه ها همگی بر اساس قوانین فیزیکی رخ می ده. فقط برخی از قوانین فیزیکی هنوز کشف نشده و صراحتا اعلام می کنند که تمام معجزات بر اساس اصول این جهان انجام گرفته. و عده دیگری هم دقیقا برعکس میگن اصلا معجزه بودن معجزه به اینه که برخلاف قوانین فیزیک باشه و اگر یک قانون ناشناخته باشه که هنری نیست، چیزی را اثبات نمی کنه. بعد از اینکه آن قانون شناخته شد همه میتونن اون کار را انجام بدن. ما هم این فرض رو قبول داریم، یعنی ما هم قبول داریم که معجزه باید نقض قوانین فیزیکی باشه تا ارزش داشته باشه. ولی هنوز این سوال پاسخ داده نشد که از کجا میدونید که این اتفاقی که افتاد بر اساس یک قانون فیزیکی مجهول نبوده. شاید اینطور پاسخ بدن که اگر چنین نیروی وجود داشت باید در موارد دیگری هم ظهور و بروزی از خودش نشون میداد و بالاخره باید با این همه رشد علم و آزمایشگاه تا کنون کشف میشد. یقینا این جواب قانع کننده نیست، اما فعلا قصد گیر دادن به این سوال رو نداریم و میگذاریم. اما جای تأمل داره. یکی از اساتید میگفتن که متافیزیک همان فیزیکی است که هنوز کشف نشده و پس از اینکه کشف شد و فرمول‌هایش ثبت شد دیگر هیچ فرقی با قوانین حرکت نیوتن ندارد.
و سوال دیگری هم که پیش میاد اینه که از کجا معلوم که این حرکتی که داره اتفاق میفته شعبده نباشه؟ یعنی نه اینکه یک قانون فیزیکی کشف نشده در کار باشه، نه، یک قانون فیزیکی کشف شده در میانه، منتها ما متوجه راز این حرکت نشدیم. این رو مخاطب چطور باید کشف بکنه؟ این مخاطبی که یک شعبده رو ببینه و شعبده باز خودش به اون نگه که این کار شعبده است و ادعا بکنه که این کار معجزه است و مخاطب راز اون رو متوجه نشه، از کجا باید مخاطب متوجه بشه که این کار شعبده است یا معجزه؟ به این سوال هم دقت بکنه. اما از اینا که بگذریم، یک نکته خیلی مهم هم ذکر کنم. ما دو سری برهان معجزه داریم. یک سری در باب اثبات وجود خدا با برهان معجزه که به خداشناسی برمیگرده. یک سری اثبات نبوت پیامبر با برهان معجزه که به نبوت برمیگرده. این دوتا خیلی با هم تفاوت دارن. یعنی ما یک گزاره داریم که میگه چون معجزه اتفاق میفته پس خدا وجود داره، این برهان معجزه به بهان خداشناسی ربط داره. یک گزاره دیگه داریم میگه اگر کسی معجزه ارائه کرد فرستاده خداست، این به برهانهای مخصوص به نبوت ربط داره. ما فعلا به خداشناسی کار داریم، یعنی برهان معجزه ای رو که در خداشناسی به کار میره اون رو میخواهیم بررسی بکنیم. ولی توجه داشته باشید که به هر دوتای اینها میگن برهان معجزه و حواستون باشه این اشتراک لفظی راهزن شما نشه در بعضی جا. و نکته آخرم که بخوام ذکر بکنم، برهان معجزه معمولاً به صورت لفظی تقریر نمی شده. یک نفر می اومده یک حرکت عجیبی از خودش بروز می داده و بقیه بلافاصله از او اطاعت می کردن، یا به سجده می افتادن، یا دستش رو می بوسیدن، یا شمشیرها رو می کشیدن و در رکابش می جنگیدن. این دانشمندان بودن که در طول تاریخ اومدن سعی کردن که برهان معجزه رو به نوعی در قالب الفاظ و در قالب برهان بیارن. ما در جلسه بعد دو تا تقریر از برهان معجزه رو میخواهیم بررسی و نقد بکنیم. امیدوارم که همواره تندرست و پیروز باشین. بدرود.